حیوونا تو کانون محبوب ترین داستانهای فانتزی ما بودن. از داستانهای کلاسیک مثل کتاب جنگل که پر از حیوانای رنگی و سخنگو بود تا کتابای شاخصی مثل هری پاتر که حضور موجودای اسطوره‌ای و افسانه‌ای توی اون خیلی عادی بود. هنوز مارای عظیم سخنگو یا اژدهای آتشین روی زمین شناخته نشدن، ولی توی این ویدیو چند تا حیوان عجیب و خیره کننده اما واقعی رو بهتون معرفی میکنیم که مدت هاست روی زمین زندگی میکنن و شباهت عجیبی به کارکترهای فانتزی داستانه و فیلم ها دارن. تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. این موجودات گونه ای از آهو هستن که به جای شاخ نیش دارن. شاید تصور کنید که اونا از این نیشا برای تیکه پاره کردن و کشتن تومه استفاده میکنن، در حالی که آهوی خوناشام برخلاف ظاهر عجیب و غریبی که داره واقعا بی‌آزاره. این موجودات گیاهخوارن و از چمن و پوشش‌های گیاهی تغذیه میکنن. آهوی نر از نیشهای شاخمانندش به عنوان یه جاذبه جنسی برای جذب جفتش استفاده میکنه. آهوی خوناشام یکی از کوچکترین گونه های آهوه که به ندرت بیشتر از یه متر رشد میکنه. زادگاه اصلی این حیوان جنوب و شرق آسیاست، اما تو دهه 1870 به بریتانیای کبیر وارد شد و تو بخشای مختلفی از دنیا به عنوان یه جاذبه خارق‌العاده تو باغ وحش‌ها تو معرض دید عموم قرار گرفت. بر اساس تحلیل تازه‌ای که انجمن حفاظت از حیات وحش انجام داده، آهوی خوناشام به خاطر از دست دادن زیستگاهش به عنوان یک گونه در خطر تو فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار گرفته. این موجود عجیب و غریب اما واقعیه که تو آبای ساحلی و رودخونه‌های قطب شمال زندگی میکنه. اونا والای متعلق به خانواده های تک دندان ها هستن، مثل نهنگ سفید. به خاطر دندون یا عاج سمتری روی سرش به این موجود لقب تک شاخ دریا رو دادن. این شاخ مخصوص ناروال های نره، اما 15% از ماده ها هم شاخ دارن. شاخ ناروال ها قدرت جادویی نداره، اما کاملا خارق‌العاده است و بیشتر از 10 میلیون پایانه های عصبی داره. این شاخ به ناروال توانایی حسی شگفت‌انگیزی میده، مثل حس کردن تغییرات تو دمای آب، سطوح نمک و حس کردن حضور ماهی مرکب، میگو و تومه‌های دیگه. تحقیقات جدید نشون داده ناروال‌های نر میتونن از شاخشون برای جذب جفت استفاده کنن، درست مثل پرهای طاووس. با اینکه دمای روبه افزایش آب و سوء رفتار انسان‌ها همچنان وجود این موجودات زیبا رو تهدید می‌کنه، اما بازم برای حفظ این ناروال جادویی وقت داریم، چون هنوز اسمش تو فهرست گونه‌های در خطر قرار نگرفته. اژدهای کومودو شاید نزدیک‌ترین موجود به اژدهای واقعی باشه. این مارمولک‌های غول‌پیکر با دم دراز، زبون چنگالدار زرد، توانایی شکار هر طعمه‌ای از جمله انسان، با دندون‌های تیز و نیش سمی، شباهت زیادی به موجودهای افسانه‌ای دارند. در واقع اژدهای کومودو بزرگترین مارمولک دنیاست. میانگین وزن اون حدود 70 کیلوگرم و طولش به 3 متر میرسه. اشتهای این مارمولک هم به اندازه ویژگی‌های دیگه اون جالب توجهه. ظرفیت شکم این جونور توی وعده بیشتر از 80% وزن بدن خودشه. علاوه بر این، ماهیچه‌های گلوی اژدهای کومودو به اون اجازه بلعیدن تیکه‌های بزرگ گوشت رو میده. این موجود همه چیزو می‌خوره، از تومه‌های زنده گرفته تا لاشه‌های مرده حیوانات دیگه. اگه از مارا میترسید، پس این مار باید تو صدر لیست باشه. افعی بوته خاردار یه مار سمیه که روی گلای درختای جنگلای آفریقای مرکزی لونه میسازه. این مار رنگای مختلفی مثل سبز، آبی، قهوه‌ای و زرد داره. این گونه مار جثه کوچیکی داره، اما نباید اجازه بدید جثه کوچیک اون شما رو گول بزنه.
سم این موجود میتونه باعث خونریزی شدید اندامای داخلی بشه. دوم اون به گونه ایه که بهش اجازه میده به راحتی برای شکار تومه از شاخه ها بالا و پایین بخزه. خوشبختانه افیه بوته خاردار شبزیه و در طول روز تو اعماق جنگلای بارونی آفریقا خودشو پنهان میکنه. تومه این حیوان پستانداره تو دسترسی مثل موش، قورباغه، مارمولک و گاهی اوقات هم پرنده ها هستن. این موجود با پرای سیاه براق و شکم قرمز رنگ معنی کاملا تازه‌ای به موجودات ترسناک و اسرارآمیز داده. این توتی که تو تپه‌ها و جنگل‌های بارونی گینه نو یافت شده نسبتاً بزرگ و اندازه اون از دوم تا منقار تقریبا 1 متره. این موجود بی‌نظیر منقار منحنی و سر کچلی شبیه کرکس داره. این پرنده معمولاً ترجیح میده به جای پرواز کردن از یه شاخه به شاخه دیگه بپره. شاید اسم و ظاهر پرزرق و برق اون شما رو بترسونه، اما غذای اون انجیره نه خون. متاسفانه این پرنده عجیب و غریب به واسطه از دست دادن زیستگاه و تومه شکاری تو فهرست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار گرفته. کلکسیوندارا علاقه زیادی به پرای منحصر به فرد این توتی دارن و این علاقه تهدیدی به جون این پرنده کمیاب شده. همکنون حدود 20,000 تا 50,000 توتی دراکولا تو حیات وحی زندگی میکنن، اگرچه جمعیت اونا در حال کم شدنه. کدوم یکی از این موجودات عجیب و غریب رو میشناختید؟ تا حالا اسمی از اونا شنیده بودید؟ اگه حیوان دیگه ای میشناسید که تو دسته این موجودات عجیب قرار میگیرن تو قسمت کامنت ها برامون بنویسید. مثل همیشه ازتون سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید. لطفاً با لایک کردن ویدیو به ما انرژی بدید. همچنین کانال رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از آپلود ویدیوهای جدید دکمه زنگوله رو بزنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.